توی هفته گذشته های دکتر ظرف 3 روز 43 مورد اعدام در ایران انجام شد و عفو بین المللی بار دیگر اعلام کرد که چین و ایران بیشترین آمار اعدام رو در جهان دارند و ایران به اصطلاح قهرمان اعدامه، با اینکه چین تعداد اعدامهاش بیشتره ولی نسبت جمعیت رو وقتی به حساب بیاریم ایران قهرمانه. بله، ایران متاسفانه اگر به نسبت جمعیت بیارید در یک مقوله منحصر به فردی زندگی میکنه، هم تعداد اعدام ها هم زمانشون و هم شکلشون. و اینکه اولا دوباره تصادفی نیست که در همین هفته 40 تا اعدام شدن، در همون هفته است که رزمایش 12,000 نفری سپاه و بسیج در تهران هم صورت میگیره، هر دو بخشی از یک زهر چشم گرفتن از اپوزیسیون هستن، با اینکه بسیاری از اینایی که اعدام شدن میگن کسانی هستن که به جرم قاچاق و جرمهای دیگه گرفته شدن، ولی تأثیری که در جامعه میگذاره طبعا تأثیر ایجاد فضای ارعابه. بعد سوای اون واقعا اینکه اعدام ها در ملای عام صورت میگیره یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. این مسئله در ایران یه وقتی بود بعد لغو شد، میدون اعدامی که در تهران بود دقیقا همین جای همین کارا بود، می آمدن در ملای عام اعدام میکردن، ولی در عصر تجدد ما یک احترامی هم برای اون کسی که داره به اصطلاح جزا میشه قائل هستیم، معتقدیم به هر حال یه حقی هنوز داره و حتی مهمتر از اون حقی برای مردم قائل هستیم که نباید این چنین فضاهایی رو ببینن. چرا یه بچه 4-5 ساله 5-7 ساله باید در خیابون این صحنه فجیع رو ببینه؟ اینها دقیقا نمونه های اون فرهنگ ارعابه. یعنی وقتی اعدام علنی میشد تو خیابون سر میبریدن، سر میذاشتن، سر بریده میکردن. تو انگلستان هم در دوران شکسپیر این کار میکردن، ولی اون دوران هم هدفش ارعاب بود، نه هدفش صرفا مجازات. مجازات همراه با ارعاب بود. الان در قرن 21 میگیم که مجازات باید به حداقل برسونه، تصحیح و تلاش برای اصلاح انسان ها، و اگر هم اون تلاش ها ناکام بود باید احترام برای هر دو طرف، این هم اون کسی که داره اعدام میشه که در بدنش عنوان وسیله برای ارعاب استفاده نشه، و هم بقیه مردم که یک چنین فضایی رو و یک چنین تجربه رو نبینن. بله، ما رکورد زدیم.